برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بر اساس آخرین تحقیقات دانشمندان، داشتن خواهر برای سلامت روان مفید است و به فرد کمک می کند انسان مستقلتر و خوشبینتری باشد و در رشد و ارتقای زندگی خود موفقتر عمل کند. خواهرها به برادران خود کمک می کنند تا طبیعت زنانه را بهتر درک کنند. محمد بارکیندو، دبیر کل سازمان ناتو که برای شرکت در مراسم رونمایی از کتاب تاریخ اوپک که قرار است فردا یکشنبه در بغداد با حضور وزیر نفت عراق برگزار شود، به این کشور سفر کرده است. روز گذشته جمعه به زیارت حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف مشرف شد. دبیر کل سازمان اوپک با پوشش سنتی مردم عراق در حرم مطهر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام حاضر شد. نتایج مطالعه اخیر محققان دانشگاه سایمون فریزر کانادا نشان می‌دهد 6 تا 8 ساعت نشستن در روز با افزایش خطر مرگ زودهنگام مرتبط است. شبکه خبری CNN گزارش داد بر اساس قانون جدیدی که پارلمان ژاپن تصویب کرده، افرادی که به طور آنلاین به دیگران توهین می‌کنند تا 1 سال به زندان محکوم شده یا 2200 دلار جریمه می شوند. سنی های تندروی طالبان در شهر قندهار پوسترهایی نصب کردند که روی آن نوشته شده زنی که حجاب را رعایت نکند خود را شبیه حیوانات می سازد. این پوسترها توسط اداره امر معروف و نهی از منکر طالبان نصب شده است. نشریه لو فیگارو در گزارشی نوشت حدود 1.5 میلیارد نفر در جهان تحت تأثیر کمشنوایی قرار دارند و سازمان جهانی بهداشت تخمین می‌زند که تا سال 2050 حدود 1 میلیارد نفر به این آمار اضافه شود. بر اساس این تحقیقات برخی از گروه‌های جمعیت همچون افراد مسن، مردان، افراد با شاخص توده بدنی بالا، افراد دارای بیماری‌های همچون دیابت، قلبی عروقی، سابقه افسردگی یا قرار گرفتن در معرض آلودگی صوتی در محل کار احتمال بیشتری برای ابتلا به کمشنوایی دارند. مرز زمینی عراق بدون نیاز به اخذ ویزا برای زائران ایرانی به صورت رسمی باز شد. پیش از این رئیس سازمان حج و زیارت ایران در دیدار با وزیر فرهنگ و گردشگری عراق از تردد روزانه 2500 زائر ایرانی از مرزهای زمینی خبر داده بود و گفته بود که این تعداد به مرور تا روزانه 15000 نفر افزایش خواهد یافت و در زیارت اربعین شرایط کلاً تغییر خواهد کرد.